بازم با یک ویدیو دیگه از شیراز زیبای بهاری مهمون چشمانتون هستم. ابتدای این ویدیو توصیفی از هوای دلپذیر بهاری شیراز میکنم و بعد میریم توی خیابون طالقانی یا پهلوی سابق و مغازه ها و حجره های قدیمی رو میبینیم. لختی درنگ در کتاب فروشی احمدی میکنیم که از دوره مشروطه تا الان مشغول فعالیته، جایی که روزگاری روشنفکرای 100 سال پیش قدم میزدن تا الان که جوانای دهه 80 مشغول خرید کتابن. بعدش به بازار روز سر میزنیم و از یک رستوران سنتی سر در میاریم. کوچه قلب سنگی رو که کلی خوراکی های خوشمزه داره رو رد میکنیم و میرسیم به سرای مشیر شیراز. شیراز عزیز و دوست داشتنی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به شهر شیراز. کجا هستیم؟ دقیقاً تقاطع خیابون طالقانی و زند. البته خیابون زند دیگه نمیشه بهش بگیم خیابون زند سابق، گذرگاه پیاده رو زند الان دیگه بهتر بهش بگیم، کنار بانکای ملی، سپه و ملت قدیمی شیراز. سر به خیابون طالقانی میزنیم تو این نسیم واقعا خوش عطر و هوا. هر چیزی بخوام توصیف بکنم این و تصویر سازی و اینا، هر چی نماد به کار ببرم کافی نیست. واقعا این باید هوای به سک و صورت آدم بخوره تا بفهمه الان شیراز چه هوایی داره. کنار همه اشخاص و هموطنانی که از نقاط دور و نزدیک شیراز اومدن پیاده روی میکنیم. کم کم درختان داره از حالت خواب زمستانی یا مرگ زمستانی در میان، دوباره زنده و سر حال میشن. کم لطفیه که بگیم داریم خیابون طالقانی راه بریم و نگیم داریم خیابون پهلوی سابق راه میریم. خیابون پهلوی سابق که انواع خاتم، مغازه خاتمکاری هم اینجا بود که البته الان یکی دو تاش بیشتر نمونده. هنر خاتمکاری دوره پهلوی خیلی رواج پیدا کرد تو شیراز که متاسفانه چندونم گفتن اشرافی و ایچی ها بعد انقلاب خیلی کم توجهی و کم لطفی بهش کرد. البته اصفهان یه خورده قاپ خاتم قاپید از شیراز، ولی بازم شیراز مهد و چیزای خاتم اینجا هم چند تو قرفه و اینچه بالی فروشی ایچی ها هست. حال دیگه هر موقع دیدی جا باز شد به این بود که بیام. باشه اینجا میخوره به هم خیابون زن. آه اینجا پاساج هستش چی بوده؟ پارس. پارس بانک صادرات هم از او برمشت. خیلی هم آده. اینجا یه طرح سنتی به کار می‌بردن، به جای پارکینگ ماشین میشد الان خیلی از این توریست ها رو بکشونه توی پاساج دوره پهلوی که متاسفانه خیلی توجه نشه. میگم شیراز هرچی دورش کارخونه صنعتی و کارگاه و ایچی ها داره بسته بشه ولی توریستیشو را بندازن و مهندسی شده کار بکنن، میتونه خیلی پول جذب بکنه. کتاب فروشی احمدی هم حتما میریم. بفرم
کتاب خونه احمدی که یه انتشارات هم پشتش چاپخونه‌ای به اصطلاح بود که دوره پهلوی اینجا خیلی به اصطلاح روشن فکرا میامدن اینجا کتاب میخریدن. بکنم دوره قاجار بوده اینجا مثل تابلوش سال 1285 کی بوده؟ دوره مشروطه سال 1285 دیگه اواخر قاجار. خیلی کتاب های فاخر و قدیمی هست، شیرازی و کازرونی، واژه ها و مسئله های شیرازی. حالا همجوری چیشون پرد بشه ببینیم چجوریه. چیه کلمات شیرازی؟ برای کسی بیمیر که برات تب کنه، خسته نباش. اولیش اومد جلو اون. چاپ خود کتاب فروشی ها هست که اینجا چاپ شده، چاپ هفتم که نمونه هاش رو اینجا زدن. کتابخانه احمدی نوشته نمونه ای از آثار قدیمی انتشارات احمدی. انتشارات اینجا هنوزم کار میکنی یا دیگه؟ بله، خیلی فعال هستی. آره دیگه. خیلی های کتاب خونن یاد سیاست از رودکی تا شهریار اختلاف ده قرن، قرن چهار تا قرن چهارده تقریبا. البته شهریار سیزده چهارده بود. گفتار بزرگان یعنی کتاب ماده بدک نیست. دیوان اشعار ناصر خسرو، کارت پستال های قدیمی و تاریخی ایران. من یه بار کتاب چند شیش هفت ماه پیش یه کتاب گرفتم از اینجا در مورد هم شیراز و اینا بود. حالا قرار بود بیشتر کنم حالا وقتش بشه حتما. چند صفحهش باز میکنیم، صحبت میکنیم، یه شعر شیرازی میخونیم. رودکستان و دبستان زن.
نام وکیلم که اونجا واقعا خوشحاله مسافر ها واقعا ما یه دوره سرد خشک بعدم گرم و اینا ولی هوای خوبه ویژه تو شیراز همین ایامه قسمت شد بازار روز که توی خیابون طالقانی هستم ببینم چند بار بعضی ها درخواست داده بودن نرفتم خودم هم دوست دارم یه ویدیو بگیرم چیای جینجینی اونجا هست البته الان یه ساعت 12 و اینا هست کم کم میبندن بازاری ها ۸۸ ایستگاه ارزانی چیه این نخی خانو که بهاری تابستونه 210 تومن 450 500 290 پلاستیکم دارن نصب میکنن حالا یه اعلام سیلی شده برای فردا دیگه حالا معلوم نیست پیشگیری میکنن اونجا هم نمیدونم یه چی بهش میگفتن آبنبار پشت حموم وکیل میام از بازار کساده این راسو همهش چیه زنون Like
همه چی هم دارن از جوی مردونه، زنونه، شال، روسری، مانتو، لباس زیر حسن. جوراب نانو اصلا داری؟ نه نانو علکیه نه؟ خیلی برمون اصلا معلوم گیر میاد نمیاد کنم اصلا باشه ممنون. چند مدت پیش ما رفتیم از یه مغازه یه خرید خوبی کردیم، بعد به ما یه جورابی داد روش نوشته بود بامبو و گفت این دیگه بو پوش برو قشنگ هر چی میپوشیدی اصلا بو نمیگیره خیلی خوب. به همین گفت اگرم مثلا میخوای بشوری با آب خالی بشور خیلی عالی بود. حالا مثلا جوراب نوشته نانا الکیچ چغاله بسته چند؟ بسته 50 تومن سر کنم. کیلو چنده چغاله؟ این شده 1.2 باز 1.500 بود. موفق باشی. چغاله هم از 1.2 میلیون شروع میشه، بعد دوباره این میاد پایین. قبلا تو بهار مثلا آخری فروردین نا بود ولی الان دوتر نه. نه خوبه گشتن من بیرون تو تابستون با های کلا های خب یک کلا اینجا گرفتیم ما هم دمدم های مسافرت رو گرفتیم دم مسافرت یه چی بوست رو آقای این شما هستید و شال براکاتون چند قیمته؟ ستوی بالایی جنساش مثلا چجوری چه فرده پلاستیک نیمه پلاستیک یکم بهتر شاید به خاطر این مارکوه گفتی دی وسطی 200 205 کجا؟ نه بیا. آه همین دست دارم.
نه دارم میرم فقط موسی بده نه باش یه هم افتاد خاکی نشه برش داری مسجد وکیل، بازار وکیل زیر پات. رستوران سنتی عالی بود، من رفتم داخل حواس کردم یا یه روز دیگه بیام اینجا و هم غذاشو بخوریم و رفتم پیش مدیریت که مثلا صحبتاشو بکنم، گفت بیاین غذای سنتیمون امتحان بکنیم. همینجا که جوجه و درباری و بختیاری و کباب و برگ و این چیزا هست، کلم پلو ایچی ها بیان بخوریم و فضاش هم عالی بود، موسیقیش هم عالی بود. یه چیز جالب که سرویس بهداشتی خیلی تمیزی هم داشت، دستمال کاغذی، روشوری، همه چی ردیف تو خود همون سرویس بود و مجزا اصلا عالی. بعضی رستوران های مجلل میری میری تو دستش انگار میخوای بیای بالا بیار یه قد کثیف و هیچ. یعنی رستوران ها تو خود آشپزخونه ش هم نظافت و آنچنان رعایت نمی کنن، بیشتر ظاهری هم آرنای نمانه است. اینجا هم بلبله نه به این اوضاع میگن های سیزن، یعنی فصلایی که برای این رستوران سنتی ها و خونه سنتی ها اینا خیلی میگیره. آه خسته هم شده این شلوار خواهی برزش کنید بلندترش هم داری یه مقدار؟ نه بلندتر تره دیگه تقریبا هم قیمت بود با چیزی که پرسید. کوچه قلوه سنگی هست اینجا که داریم میریم، قلوه سنگی.
پلاستیک هم دارن میکشن برای بارون این چیز اومد یکم دهنتون آب بیفته. دو قابلی هم ای بر کچاب و این ستاش یه خوری میرس با همین گردوهاتون میگم گردو پسته هاتون چند قیمت هست؟ پسته کله قوطی درجه یکیم هفتصد هفتصد؟ هفتصد پسته من بعد تست کنیم میتونی شما دو دارم پنجه ها کنون شد حال کمتر هم شد بب ندار پنجاه دیگه چی بدم خدمتی؟ همین، نمیخواد بدم نبندمش خدمت شما دیگه چی؟ همین بیا انجیر گدو بادم پسته انجیر استوا مکزیکیو هم ریختی؟ بله مکزیکی سیاد جفتری بیا مغز بنن، ها مغز بنه؟ مغز بنه 700 تومن، بسته 100 تومن، بسته 100 تومن یه گرونه بله، این رو 700 دانشجویه پسته کوهی بهش میگه پسته کوهی، مغز بنه خدمت شما بود متشکرم پاکت دستانه تو بدمه به بخور هنده یه دو با آدم پسته مغز بنه، پسته، بخورک، انجیر استخبان باشه قربان شما حالا میگیم مارمزونه یه احترام میذاریم خیلی حالا تو جمع نمیخواد بایی که البته بیشتر اینه که اینجا هستن مسافر هستن معجون قوتو مسقطی و عرب رضا خب خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودیم بریم سر این موشی یه خستگونی در بکنیم در مشیر هم یه فضا و حال و هوای خوبی داره آسمون قشنگ می‌بینی؟
کلاه و ما گرفتیم. خسته اجازه خوش تو بازاره. آره تو اینجا تو راست نزدیکی بازه دیتا جایی مطمئن که مطمئن نزدیکی این با حال و ویو خیلی خوبی داره. دیگه بذارید پای شیرازی بازمون دیگه ای بار بالا نمیریم، ولی بار قبل بالا میره. نه میگم کجا میاد شما؟ باشه باشه درود به شما. شما از اصفهان اومدید؟ از کجا اومدید؟ از خود اصفهان بختیاری. مسافر بفهم کسی خوشگلی داریم؟ گوربین برو سرای موشی رو توصیف کنه. جوری شما کجایی؟ من شیرا کاکویی و کاکویی کاکوی شیرازی با کاکوی تهرونی میگن. اونا که شیرازی نیستن کاکو میگن، نه با بگی کاکو، با بگی کاکو. کاکو کهشو نه با خیلی علیز بگیم بعد بذارم. نه من اهلش نیست. خب از حس سرای مشیر بگی. خیلی قشنگه. ما خود مثلا اهل کامال بختیاری هم و بچه بوریجه نم تا اصفهان تقریبا یک ساعت و نیم باید یه خود لهجتون به اصفهان میشه. ما زیاد بوریجه اصفهان خود میدون امام خیلی خوشگلی یه همچین حال هوایی داره. آره ولی اینجا خیلی باری هست. ما هر موقع بریم اصفهان هیچ جا ما مستقیم میریم توی میدون امام پسرم اسکیتاشو میاره اون وسط بازی ما هم با خانم هم طور میسر اینجا هم اومدید کلی. البته الان هم خوب موقع اومده ده هر چقدر بگذره شلوغتر میشه. من دیگه نمیشه اینجا را خود. آره شما کاره چیه؟ ما هم فیلم برداری هم فیلم برداری یوتیوب داری شما؟ نه ما تو یوتیوب کار الان هم آخراشو میخوام خداحافظ بکنم. فعلا خدا نگهدار. عزیزم که در خبر نیست بازار نگه صبح ساده ای